الان دارم تعجب میکنم، چه مذاکره‌ای؟ چرا با طالبان؟ به نظر من این یه بیزنسیه بین دولت ایران با طالبان و حالا دولت افغانستان، ربطی به مردم عادی نداره. این دور زدن دولت افغانستانه، بازتاب خوبی نداره، چون طالبان برای تمامی کشورهای گروه تروریستیه. صلح افغانستان اگه اتفاق بیفته کشورهای همجوارش هم میتونن منتفع بشن. با توجه به اینکه افغانستان دولت قانونی داره، با بودن دولت قانونی مذاکره با یه گروه غیرقانونی به نظر من زیاد موردی نداره. جنایاتشون رو داریم میبینیم دیگه، کاراشون رو میبینیم، حالا چه برای مرد چه برای زن فرق نمیکنه، داریم میبینیم دیگه کاراشون رو دیگه. اونایی که باشون مذاکره میکنن اونو برای منافع خودشون مذاکره میکنن، برای منافع ایران که مذاکره نمیکنن که. خب مسلمن ایران هم باهاش رابطه خوبی داشته باشه بالاخره تیر و ترکشش به ایران هم میخوره، خاطر این که میگن دوستشه دیگه، بالاخره در ارتباطن. در کل از لحاظ دید جهانی بازتاب خوبی نداره و نخواهد داشت. مگه نمیگی ما ضد تروریست هستیم؟ چجوری با یه ضد تروریست میشینیم صحبت میکنیم؟ همیشه بر علیه مردمشون کار کردن، کار مثبت خاصی تا الان نداشتن. قبلا نمیدونستیم که رابطه ای هست بین ما و طالبان، حالا اگر هم برای صلح، واقعا برای صلح افغانستان اومده باشن که از مردم افغانستان دیگه کم بین برن، کم کشته بشن، مخصوصا شیعه ها، من خوشحالم از این. مگه میشه با یه گروه آدم کش آدم موافق باشه؟ فکر میکنم که دوباره اگر بخوان حکومت رو دست بگیرن دیگه یک فاجعه است از نظر حکومتی. حالا کشتن آدم هاش هیچی، از نظر افکاری که دارن و مسائلی که دارن واقعا وحشتناکه. وقتی دولت خود افغانستان هست چرا با طالبان؟ ایران کشور بزرگیه، حرف اول تو منطقه میزنه، اومدن از ایران کمک خواستن که یه جوری مشکلشون حل بشه، ایران هم در حد عفو بهشون کمک میکنه، طبیعتاً از نظر سیاسی بهشون کمک میکنه. نیت اصلا ندارن، جایگاهی ندارن، یه گروهی هم در یه منطقه شلوغ بازی در میارن که حالا دولت افغانستان قدرت اینو نداره که اینا رو نابود کنه و منهدم کنه. هیچ فایده نداره، اصلا ما داریم خودمون رو کوچیک میکنیم، سطحمون رو داریم میاریم پایین. با طالبان اصلا مفهومی نداره، ما دولت اونجا داره، ما باید با دولت افغانستان مذاکره کنیم، نه با طالبان. طالبانی که همه چی حقوق انسانی رو گذاشته زیر پا. این که بخوایم احیانا خارج از اون ضوابط دیپلماتیک و معمول و عرف منطقه عمل کنیم، بالا بزرگواری و نعماتش کلن همیشه ببینید در مزار شریف شامل حال دیپلمات‌های ما شده و خب ما خوب میشناسیمشون تو منطقه و حال یه چیزی تو مایه‌های داعشن. مذاکره به صورت سه جانبه اتفاق می افتادش، یعنی با حضور هیئت افغانستانی هم اتفاق می افتاد، شاید میتونستش که موفق تر باشه. و اینکه دولت افغانستان، من احساس میکنم از اینکه هیئت طالبان به صورت مستقیم اومده ایران، یه مقدار بالاخره دلخوری و ناراحتی بین دوتا کشور به وجود میاد. یقیناً بدون در نظر گرفتن خاص دولت که منبعث از خاص ملت افغانستانی، یقیناً این کار نادرست است و نتیجه اون هرچی که باشه باید هماهنگ باشه با خواست و نیت دولت افغانستان.